طریقه رفاهیه هم نمیخواد که شأن مرشدشون و شیخشون و قطبشون کمتر از دیگران باشه و تا اینکه مکانت این شیخ در چشم مریدان و مقلدانش کمتر از دیگران نباشه ازش نقل میکند که بسیار میگفته که بین او و بین خداوند مناجات مخاطبات بین رفاعی و بین خدا. از ابن جلال در جلال صدر نقل میکند که سید ابراهیم اعزب نقل میکنه که گفتم که میگفت من در یک اتاقی با سید رفاعی نشسته بودم، سید احمد رفاعی صوفی مشهور صاحب طریق رفاعیت، سرش را بر زانوش برد و این خیلی مشهوره پیش صوفیان میشینن اینجوری حالت مراقبت، سرش را بلند کرد و شروع کرد به خندیدن با صدای بلند، منم خندیدم، بعد الها کردم تا من خبر بده چرا خندیدی؟ خب چرا؟ پس اینا مثل کوک میمونن نه؟ خب او خندید، تو چرا خندیدی؟ بعد الهام میکنه که تو از اون ازش میپرسه تو چرا خندیدی؟ گفت که ای ابراهیم، خداوند عزیز سبحانه و منو ندا کرد، من میخوام زمینو فرو ببرم و آسمانو بر زمین بندازم، آیا خدا با رفاعی مشورت میکنه؟ مگر قرآن نمیگه ما کنتم متخذ المضلین عضدا؟ من گمراهان رو بازوی خود نگرفتم،